به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. توی این ویدیو قصد داریم در مورد IC شیفت رجیستر 74HC595 صحبت کنیم که یک شیفت رجیستر سریال به موازی هست و میخوایم راجبش توی این ویدیو بیشتر صحبت کنیم. همونطور که میدونید اگر قرار باشه برای انتقال اطلاعات از سمت میکروکنترلرها یا هر دستگاه دیگه به سایر دستگاه ها برای هر داده ای یک خط انتقال اطلاعات بکشیم، خب هم تعداد پایه ها خیلی زیاد میشه و در عمل غیر ممکن هست. و حالا اتفاقی که اینجا افتاده، به کمک همین IC های دیجیتالی میتونیم اطلاعاتی رو که از سمت میکروکنترلرها قرار ارسال بشن رو با تعداد پایه‌های کمتری جابجا بکنیم. به عنوان مثال میتونیم با کمک همین IC 74HC595 سه پایه از میکروکنترلر رو به 8 پایه افزایش بدیم و با کمک دو شیفت رجیستر میتونیم این پایه‌ها رو حتی به 16 تا پایه هم برسونیم. منظور این نیست که ما بیایم تعداد پایه ها رو زیادتر کنیم، منظور این هستش که ما میتونیم خروجی های بیشتری داشته باشیم، یعنی با کمک هر یک IC میتونیم 8 تا خروجی داشته باشیم. به تصویر بعد دقت کنید. ببینید، فرض کنید اینجا یک یونیت حالا یا آردوینو یا میکروکنترلر هست و با کمک 3 تا از پایه‌هاش اطلاعات رو به صورت سریال به سمت این IC ارسال می‌کنیم. حالا فرض رو بر این بگیرید که تعداد IC ها بشه 2 تا. خب خیلی ساده است. اطلاعات اول وارد IC اول میشه و بعد از اون شیفت پیدا می‌کنه به IC دوم و توی 8 تا خروجی دوم IC میتونه توسط 8 تا دسته LED دوم به نمایش در بیاد. بنابراین ما میتونیم توسط این دو تا IC اطلاعات رو به صورت 16 تا خروجی ببینیم. حالا هر چقدر تعداد این IC ها بیشتر بشه، به همون اندازه دسته های 8 تایی خروجی های ما هم میتونه بیشتر بشه. خب از شیفت رجیستر ها تو مدارات برای انتقال یا ذخیره داده های باینری استفاده میشه که راجبش قبلا گفتیم. این IC ها داده های سریال و موازی رو به یکدیگر تبدیل میکنن. بر اساس این توضیحات شیفت رجیستر ها به 4 دسته تقسیم میشن که بد نیست اینجا راجبش کمی صحبت کنیم. اینجا هر چی اس میبینید منظورش سریاله و هر چی پی میبینید منظورش پارالل یا موازی هست. خب SIPO داده های ورودی سریال و داده های خروجی موازی هستن، یعنی اطلاعات به صورت سریال وارد میشه و به صورت موازی خارج میشه. در واقع IC 74HC595 از همین تکنیک داره استفاده میکنه. خب مدل دیگرش PISO هست که داده ها به صورت موازی و به صورت سریال خارج میشن و PIPO که ورودی و خروجی موازی، یعنی هرچی اطلاعات وارد IC میشه به همون شکل هم به صورت موازی خارج میشه. اگر راجع به این مدل بخوایم یک مثال بزنیم، میتونیم از IC 74HC573 صحبت کنیم که 8 تا ورودی داره و 8 تا خروجی و یک لچ هست و شما هرچی واردش میکنید توی 8 تا پایه ورودی در خروجی هاش ظاهر میشه. خب SISO ورودی و خروجی سریاله، یعنی هر چی اطلاعات واردش میشه به صورت سریال دوباره در خروجی ظاهر میشه که داخل همین IC 74HC595 ما این حالت رو هم داریم و میتونیم از این حالت هم استفاده کنیم. در واقع برای افزایش تعداد خروجی های IC میکروکنترلر ما از همین تکنیک استفاده میکنیم، یعنی خروجی سریال IC اول وارد ورودی سریال IC دوم میشه که حالا هم میتونه به صورت موازی خارج بشه و هم دوباره تو پایه سریال اوتش ظاهر بشه برای IC سوم. خب توضیحاتی که تو صفحه قبل دادیم در این تصویر دارید میبینید. اینجا یک IC PISO هست، اطلاعات به صورت موازی وارد میشن و به صورت سریال خارج میشن. در اینجا PIPO هست، یعنی هر چی اطلاعات وارد میشه دقیقاً تو خروجی ظاهر میشه. میتونیم اینجا همون IC 74HC573 رو مثال بزنیم که یک لچ 8 بیتی هست. و اما در اینجا SIPO که ورودی سریال و خروجی ها موازی هستن، میتونیم از همین IC 74HC595 مثال بزنیم. و اینجا هم که SISO هست، باز هم در IC 74HC595 این حالت رو هم داریم، اطلاعات به صورت سریال وارد میشه و به صورت سریال هم خارج میشه که میره به IC بعدی.
خب توی این تصویر میخوایم با پایه‌های 74HC595 آشنا بشیم. 74HC595 همونطور که قبلا هم گفتیم 8 تا خروجی داره. خروجی اولش روی پایه 15 هست که میشه Q0 و همونطور که میدونید همیشه توی مدار دیجیتالی ما اولین خروجی رو در واقع با 0 نشون میدیم. و خروجی دوم Q1 هست تا خروجی هشتم که میشه Q7 و این پایه ها به این شکل هستن. روی پایه 15 ما خروجی اول رو داریم، اما از پایه 1 IC تا پایه 7 IC ما 7 خروجی بعدی رو داریم که میشه خروجی دوم تا خروجی هشتم. پس این میشه خروجی های IC. خب حالا پایه 8 این IC پایه گرانت هست که باید به زمین متصل بشه و یه توضیح هم همینجا اضافه کنم که اگر این IC رو به این شکل روبرو خودتون بگیرید، این قسمتی که فرو رفتگی داره به شکل نیم دایره و یا اینجا حالا یه زائده و یا تو رفتگی دایره داره، معنیش این هستش که این پایه میشه پایه شماره 1 که بر اساس این تصویر هم شما اینجا پایه شماره 1 رو دارید میبینید. خب پایه شماره 8 رو که توضیح دادیم، بریم رو پایه شماره 9. پایه شماره 9 دقیقاً همون پایه شماره 7 هست. یعنی هر چه اطلاعات رو Q7 می‌بینید، شما اینجا رو پایه شماره 9 هم می‌بینید که با Q7 پریم مشخص شده. پایه شماره 10 مستر ریکلینینگ یا مستر ریکلین هست یا همون مستر ریست. در واقع این پایه رو هر موقع ما به زمین وصل کنیم، IC ریست میشه و تمام اطلاعاتی که توی این رجیسترها ذخیره شدن تبدیل به صفر میشن. و این مستر ریکلینینگ در واقع اکتیو لو هست، یعنی حتما باید به زمین وصل بشه تا IC ریست بشه و در حالت طبیعی باید این پایه حتما به ولتاژ مثبت وصل بشه. این خطی که بالای MR میبینید دلیلش همین هست و به معنی اکتیو لو هست. پایه 11 و پایه 12 پایه های مهمی هستن. این CP که اینجا نوشته منظور کلاک پالس هست. کلاک پالس هم همون پالس هایی هستش که باعث میشه که IC مرحله به مرحله کارش رو انجام بده و به جلو بره. هر چقدر سرعت این کلاک بالاتر باشه سرعت IC بیشتر میشه و هر چقدر سرعت این کلاک پایین‌تر باشه کار IC هم کندتر میشه. این کلاک میتونه از سمت یک سیگنال جنراتور بیاد به صورت شکل موج مربعی و یا توسط یک IC تایمر مثل IC 555 توی مود آستاب به صورت اوسیلاتور عمل بکنه و برای ما کلاک تولید بکنه. خب حالا این SH منظور شیفت هست و این ST منظور استوریج هست. به چه معنی؟ زمانی که ما پالس رو به پایه 11 میفرستیم، این شیفت رجیستر اطلاعاتی که وارد پایه شماره 14 شده رو خونه به خونه شیفت میده به سمت جلو و پایه شماره 12 وقتی که بهش یک پالس وارد بشه تمام این اطلاعات رو ذخیره میکنه و در خروجی ها نمایان میکنه. بنابراین ما زمانی که اطلاعات رو از پایه شماره 14 وارد میکنیم و توسط پایه شماره 11 با کلاک پالس این اطلاعات رو در شیفت رجیستر شیفت میدیم، در نهایت این اطلاعات از پایه 9 میاد خارج میشه و اگر ما کلاکی رو به پایه شماره 12 ندیم هیچ اطلاعاتی توی این 8 خروجی دیده نمیشه. پس این استوریج کلاک پالس دقیقاً برای این هستش که ما بتونیم اطلاعات رو به شکل موازی در خروجی ببینیم و ازش استفاده کنیم برای کنترل اطلاعاتمون. خب پایه شماره 13 مربوط به آوتپوت اینیبل هست و همونطور که میدونید طبق توضیحات قبلی این پایه هم اکتیو لو هست، یعنی حتما باید به زمین وصل بشه تا ما خروجی داشته باشیم. خب این هم از توضیح پایه‌های IC. خب حالا می‌خوام یه پروژه‌ای که با این IC بسته شده رو ببینیم و با هم دیگه بررسی کنیم. این مدار از دو بخش تشکیل شده. یک بخش اوسیلاتور هست یا نوسانساز که شکل موج مربعی برای ما تولید میکنه توسط IC 555 و بخش دیگه هم خود IC 74HC 595 که اطلاعات رو دریافت میکنه و در خروجی روی این 8 تا LED برای ما به نمایش در میاره. اتفاقی که اینجا میفته کلاکی که توسط IC555 تولید میشه توسط پایه 3 به پایه 11 و 12 میره طبق همون توضیحاتی که قبلا دادیم برای شیفت و برای استوریج. اطلاعات توسط این مقاومت
به پایه شماره 14 وارد میشه. منظور از اطلاعات میتونه های یا لو بودن باشه، یعنی صفر یا یک بودن، ولی از اونجایی که ما میخواییم فقط یک رو وارد پایه شماره 14 یا همون در واقع دیتا سریال بکنیم، میایم با یه مقاومت وصلش میکنیم به سطح 5 ولت یا به همون VCC مون. بنابراین همیشه ما در اینجا ورودی یک داریم به عنوان اطلاعات. اما این پایه در ادامه به کلکتور یک ترانزیستور هم وصل شده که جلوتر براتون توضیح میدم. خب طبق معمول پایه مستر ریکلینینگ باید به ولتاژ مثبت وصل بشه، چون اکتیو لو هست و هر موقع ما خواستیم آسی رو ریسیت کنیم باید به زمین وصلش کنیم. خب خروجی ما هم یا همون اوتپوت اینیبل ما هم باز اکتیو لو هست و چون ما میخواییم الان اکتیو باشه باید به زمین وصل شده باشه. پایه های 1 تا 9 و پایه 15 هم که به ترتیب به LED ها متصل شدن، بهتره در خروجی ما اینجا یک مقاومت 330 اوهمی هم بذاریم برای محافظت از LED ها، ولی حالا من تو شماتیک قرارش ندادم و به صورت عملی هم کار میده، ولی حالا بهتره که قرار بدیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ IC555 توسط این قطعاتی که در اطرافش هست شروع میکنه به تولید پالس. اگه میخواید در مورد IC555 طرز کارش و مودهای کاریش اطلاعاتتون رو کامل بکنید، لینکش رو این بالا براتون میذارم و یا در انتهای ویدیو میتونید از این ویدیو استفاده بکنید. خب کلاک میاد وارد پایه شماره 11 و 12 میشه، اطلاعات هم که وارد پایه شماره 14 شد. خب حالا این اطلاعات با هر پالس وارد این رجیسترها میشه و با هر پالسی که وارد شیفت رجیستر میشه این اطلاعات توی این خونه ها شروع میکنن به شیفت پیدا کردن. اولین پالس باعث میشه که Q0 روشن بشه و این LED روشن بشه. پالس بعدی باعث میشه اطلاعات Q0 بره تو Q1 و اطلاعات جدید بیاد وارد Q0 بشه. و چون دائما این پالس ها به استوریج هم داره میرسه، ما دائما داریم اطلاعات رو در خروجی میبینیم. خب وقتی که 8 تا پالس وارد شد و این اطلاعات هم که به صورت یک دائما داره وارد DS میشه، باعث میشه 8 تا LED روشن بشه. زمانی که LED آخر روشن میشه که میشه همون Q7، Q7 پریم هم روشن میشه. وقتی Q7 پریم روشن شد، پایه شماره 9 توسط یک مقاومت وصل شده به بیس یک ترانزیستور و باعث میشه این ترانزیستور روشن بشه. وقتی که این ترانزیستور روشن شد، عملا پایه شماره 14 رو به زمین وصل میکنه و با پالس های بعدی 0 میاد وارد اطلاعات میشه و به ترتیب شیفت پیدا میکنه تا در نهایت دوباره این LED خاموش بشه. و وقتی این LED خاموش شد، در واقع Q7 پریم هم خاموش میشه و وقتی که پایه شماره 9 که Q7 پریم باشه خاموش بشه، دوباره باعث میشه ترانزیستور خاموش بشه و ولتاژ مثبت به عنوان 1 وارد پایه شماره 14 بشه و این سیکل دائما تکرار میشه و نتیجهش میشه این تصویری که دارید میبینید. خب همونطور که در تصویر دارید میبینید، ما اینجا توسط IC555 یک مولتی ویبراتور آستاب ایجاد کردیم که سیگنال خروجیش توسط این سیم داره وارد اون پایه هایی که راجبش صحبت کردیم میشه و طبق همون توضیحاتی که روی شماتیک دادیم IC داره کار میکنه. همونطور که میبینید اطلاعات وارد Q0 میشه و میره در نهایت تا Q7 و چون پایه شماره 9 با پایه شماره 7 یکی هست، بیس ترانزیستور رو روشن میکنه و بعد از اینکه 8 تا 1 وارد شد، دوباره 8 تا 0 وارد میشه و به این طریق این مدار شروع میکنه به شیفت دادن اطلاعات. حالا از این مدار میتونیم به عنوان مثلا رانینگ راهنمای راست یا چپ خودرو استفاده بکنیم و یا حالا برای تابلوهای LED استفاده بکنیم و یا هر کار دیگه. حالا من کمی سرعت این مولتی ویبراتور رو کم میکنم تا شما متوجه بشید که عمل کرده مدار چقدر به در واقع سرعت این IC555 و شکل موج مربعی که داره برای ما میسازه بستگی داره و حتی میتونیم اینقدر زیادش بکنیم که سرعت کار کرده مدار بالاتر بره. خب در ادامه میخوام از شما یه خواهشی داشته باشم، اون هم این استش که اگر ممکنه زمانی که میخواید کامنت بذارید یه کلمه انگلیسی هم تایپ کنید، به خاطر باگی که در یوتیوب وجود داره و ممکنه که به خاطر کانال های فارسی زبان مشکلاتی به وجود بیاد.
خب خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید. مرسی از کامنت های دلگرم کننده تون، مرسی از لایکاتون و ممنونم که ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.